اما خوشبختانه تو امتحان نهایی اگر تو خود حواست هم نباشه و منفیشم نذاری مشکل ایجاد نمیشه. برای کنکور باید خود به این ریزه کارش دقت کنی، چون خودشون هم تو سوال می نویسن میگن که نسبت مشترک مثبت مورد نظر ماه، پس همون مثبت 3 کفایت میکنه، ولی برای تست باید به این مثبت منفی ها توجه بکنید. بسیار خوب، این هم از این سوال. اینم از دنباله هندسی. قبل از اینکه بریم سراغ درس بعدی، خوب حرف من گوش کنید. ترتیب درسنامه کتاب درسیتون توی امتحان، توی کتاب در مورد دنباله ها اینجوریه. خوب گوش کنید. کتاب درسیتون اومده تو فصل دوم درس اول، دنباله ها رو در حالت کلی درس داده، بعد رفته تو همون فصل دوم درس بعدی، یعنی درس دومش زوم کرده رو دنباله های حسابی، بعد رفته تو فصل بعدی یعنی فصل سوم توی اولین درسش زوم کرده رو دنباله هندسی. من با عزتون از انتهای جورایی رفتم، من اومدم این دوتا رو باهاتون کار کردم، حسابی و هندسی. حالا بریم سراغ درس قبلیش، یعنی دنباله ها در حالت کلی. اینجا شما یه خورده راحت تر میتونید سوالا رو درک بکنید و راه حل مناسب اتخاذ بکنید. پس در واقع ما از انتهای جوره شروع کردیم. انتها که یعنی اول اومدم حسابی رو گفتم، بعد رفتم درس بعدیش یعنی هندسی رو گفتم، حالا میخوام برگردم درس قبلیشو، یعنی دنباله ها رو بگم بچه ها بهتون. میرسیم فصل دو سه رو کامل بگیم، ما نگران نباشید. لااقل فصل دو سه که 16 نمره داره کامل خواهیم گفت. خب اومدیم اولین صفحه جزوه‌مون. بچه ها این مدل سوال رو معمولا توی سوال اول یا دوم گاهی اوقات حتی نقطه چین بهتون میدن. مثلا یه دنباله می نویسن میگن ضابطش رو بنویس. تو امتحانتون یه دونه میاد. من الان چند تا به عنوان نمونه نوشتم که براش آماده باشید. اگه با همچین سوالی مواجه شدید، یعنی گفتن ضابطه دنباله زیرا، خیلی وقتا نمیگن بنویسید، اینجوری میگن، میگن ضابطه دنباله فلان نقطه چین است. شما تو این نقطه چینه و ضابطش رو بنویسید. تا حالا من دونه دونه بهتون آموزش میدم. ببینید، اول به دنباله نگاهی بکنید. خوب گوش کن، یه نگاه به دنباله بکن، ببین آیا داره با یه مقدار ثابتی اضافه میشه، آیا داره با یه مقدار ثابتی کم میشه. اگه دیدی اینجوریه بگو آقا این دنباله حسابیه و از فرمول دنباله حسابی استفاده کن. یعنی چی؟ الان اولی رو نگاه کنید، با کمی دقت متوجه میشم که داره سه تا سه تا کوچیک میشه. پس بلا فاصله متوجه میشم که دنباله حسابیه و یادم میاد که محمدزاده برای دنباله حسابی فرمول به ما یاد داده بود که حالا یا فرموله رو انشالله حفظی یا از قبل حفظودی یا خدای نکرد حالا با خودت از طریق امدادهای غیبی بردی سر جلسه آزمون. فرمول در صورت اینه آن مساوی آیک به علاوی ان منایک در دی. شما فقط اینو بنویسی کافی نیست، بگی خب گفته ضابطش رو بنویسی، اینم ضابطش، چرا نمره نمیدین؟ نه، باید به جای آیک و دی عدد بذاری. همین آیک و دی عدد گذاشته میشه. آیکمون بچه ها 9، دیمون هم که منفی 3.
حالا اگه دوست داری اون منهای سه رو تو پرانتز ضرب کنی ادامه بدی به خودت مربوطه که من اگه دوست دارید این کار براتون انجام میدم. میشه 9 منهای 3 در n میشه منهای 3 n، منهای 3 در منهای 1 میشه مثبت 3. حالا این منهای 3 n رو مینویسیم، 9 به علاوه 3 هم میشه 12. آقا بله، مگه نگفتی نقطه چین میدن؟ چرا؟ این همه که تو نقطه چین جا نمیشه، یا تو منو گرفتی یا واقعا منو گرفتی عزیزم. شما یا اینی که دورش مستطیل میکشم و بعد تو نقطه چینه بذاری، یا اینی که دورش اینجا بیزی برای تو میکشم. اینو لازم نیست که کل عملیات رو تو نقطه چین بذاری، که یکی اینا رو مینویسی. حالا پس اول به حسابی فکر میکنی، دست شما درد نکنه. ببینید آیا با این مقدار ثابتی اضافه میشه، آیا با این مقدار ثابتی کم میشه. اگر حسابی نبود حالا به هندسی فکر کن. ببین آیا داره توی یه چیزی ضرب میشه، آیا داره به یه چیزی تقسیم میشه. یه نگاهی بکنی بچه، با کمی دقت متوجه میشم که این پایینیه داره تقسیم بر 3 میشه. بچه نگین تقسیم بر 3، بگین داره ضرب 1/3 میشه. آقا بگیم تقسیم بر 3 غلطه، خب غلط نیست، ولی آره شما موقع چجوری میخواید بگید؟ آر رو باید از اون ضرب بگی. پس نگین تقسیم بر 3، بگین ضرب در 1/3 میشه. پس این شد دنبال هندسی. حالا که شد دنبال هندسی، هندسی هم ضابطش فرمول داشت، آن مساوی آ1 ضرب در آر به توان ان منهای 1. کافیه که توی این فرمول به جای آ1 و به جای آر عدد بذارید. زحمت شو بکشید بچه ها، به جای آ1 چند باید بنویسیم؟ 9. به جای آر چی باید بنویسیم؟ 1/3. کلش هم به توان المنایه، که دیگه اینو میشه ساده تر کرد، ولی فرآیند دشواری داره که اصلا خیلی از شما پسش برنمید. همینو باید بنویسید، همینو تو نقطه چینه اینو بنویسید، 9 ضرب در 1/3 به توان المنایه 1. حالا اگر حسابی نبود، یعنی با یه مقدار ثابتی جمع نمیشد، هندسی نبود، یعنی در یه مقدار ثابتی ضرب نمیشد، دیگه باید برید یه الگو توش پیدا بکنی بر که غالبا یا توانه یا مثلا تلفیقی از مثلا حالا کسری صورتش یه قانون داره، مخرجش یه قانون داره. من نمیدونم چی بخوام بهتون بدن، یکی دو نمونه باهاتون کار میکنن. مثلا برای تشخیصش اگه دیدید حسابی و هندسی نیست، یه کمکی بهتون میکنم. نگاه کنید، اونایی که طراح بهتون داده اسمشون جمله است. یعنی چی اسمشون جمله است؟ یعنی بچه ها اونا رو بهشون اصطلاحا میگن آن. شما زیرشون شماره هاشون رو بنویسید، 1 اولین جمله است، 4 دومین جمله است، 3 9 سومین جمله است، 16 چهارمین جمله است. اینا انن. اینو دارم برای بچه میگم که یه خورده محاسباتشون ضعیفه، وگرنه قویا که الان جواب رو گفتن ترکوندن رفتن سال بعدی. شما ببین این قرمزا با اون سیاها چه ارتباطی دارن، ولی ارتباطی که پیدا میکنی باید رو همشون جواب بده. آقا ما بگیم بله 4 به توان 2 میشه 16، باری که حالا ببین خب قبلی هم جواب میده، 3 به توان 2 میشه 9، آره رو این هم جواب میده، 2 به توان 2 میشه 4، ایوا 1 به توان 2 میشه 1. الگوشو پیدا کردیم، ولی این الگو رو باید به زبان ریاضی تو اون نقطه چینه بنویسی. خب آقا چجوری بنویسیم؟ منو داشته باش، میگم 1 به توان 2 میشه 1، 2 به توان جمله 2 به توان 2 میشه 4، 3 به توان 2 میشه 9، 4 به توان 2 میشه 16. یعنی چی؟ یعنی جمله اول 1 به توان 2، جمله دوم 2 به توان 2، جمله سوم 3 به توان 2، جمله چهارم 4 به توان 2، پس جمله انام n به توان 2. حالا من اونایی که بلد بودن ممکن بگن چرا انقدر توضیح دادی، خب تو هم که از اول بلد نبودی همینجوری اینجوری تفکر کردی تا یاد گرفتی. خواستیم برای بچه‌هایی که
نمیدونستن چه جوری باید یه قانونی پیدا کنیم، یک الگو بگیم، یا مثلا برای پایینیه بچه ها این عددهایی که طراح داده آینه، شما شماره هاشون زیرشون بنویسید، این جمله اول، جمله دوم، جمله سوم، جمله چهارم. فکر کنم متوجه شد این چه اتفاقی افتاده. جمله ها معکوس شماره ها هن. مثلا چهار رو که معکوس میکنی میشه یک چهارم، سه میشه یک سوم، دو میشه یک دوم، یک هم که معکوسش همون یک میشه. پس میگم آن برابر است با یک انو. حالا مثلا فرض کنید اومده پشت هر کدوم همه اینا یه منها هم گذاشته، شما هم پشت این یک انو بتون یه منها میذارید. آقا بله، اگه یکی درمیون منفی بود چی؟ ما ایاتو باشه برای یکی درمیون منفی ها نکته گفته بودیم، اونایی که شماره فرد منفی هن چه کار باید بکنیم، شماره زوج منفی هن چه کار باید بکنیم. امتحان نهایی دیگه از این پیچیدگی ها نداره، خیالت راحت باشه، یا همه رو مثبت میدن یا همه رو منفی میدن، فقط شما الگوی مورد نظر رو پیدا بکنید. یکی از سوالات رایج امتحان نهاییتون این مدل سواله. یه فرمولی بهتون میده که در واقع این عملا یه نوع تابعه که بهش میگن ضابطه تابعی. حالا ممکنه مال دنباله حسابی باشه، ممکنه مال هندسی باشه، ممکنه مال هر دنباله دیگه باشه، اصلا مهم نیست. چرا آقا مهم نیست؟ خب داده فرمولو، خود سوال داده، اینا این فرمولو داده، میگه عزیزم تو هم میگی بله، میگه هر کاری میخوای بکنی با این فرموله بکن. آقا من چیکار کنم؟ میگه آها برو برای من جمله پنجم رو حساب کن. جمله پنجم، خب دیگه چی تابلو تر از این؟ یعنی تو کافیه هر جا n میبینی به جاش 5 بذاری. آقا اگه گفت جمله دهم چی؟ به جای n بذار 10. جمله اول چی؟ به جای n بذار 1. هر چی گفت دیگه اون n رو بذار. خب دیگه بقیهش محاسباته، من که دیگه نمیدونم چی به شما میدن. حالا بیاد اینو با هم دیگه حساب کنیم. جمله پنجم، بالا میشه 5 علاوه 1، پایین میشه 5 منهای 2، سمت راست میشه منهای توان 5. حالا اینو با دقت حساب کن، 5 علاوه 1 میشه 6، 5 منهای 2 میشه 3، 6 به روی 2، 6 به روی 3 میشه 2، به علاوه منفی 1 اگر توانش فرد باشه میشه منفی 1، منفی 1 اگه توانش زوج باشه میشه مثبت 1. من تو کلاس های آمادگی امتحان نهایی این قرمز رو هیچ وقت نمیگفتم. دیروز من با دانش آموزانی مواجه شدم، اینا رو نمیدونستن. یعنی میبینید نصف من موهام که کلن ریخته بود، میبینید خیلی کمتر شد دیگه، دیروز ریخ همش دیگه. چی دانش آموزی ما دیگه کنکور داره، فردا هم امتحان نهایی داره، در این حد نمیدونه. آره مهم نیست، فرش کن. خب منفی 1 به توان 5 هم چون 5 فرده میشه منهای 1، 2 منهای 1 هم که میشود 1. پس یه همچی چیزی، یه همچین سوالی هم باز ممکن نقطه چینی باشه ها، جدی میگم. میگه جمله پنجم این دنباله نقطه چین است. شما تو اون نقطه چینی جواب آخری رو بذارید که من چون 1 درآوردم مینویسید 1 است. اونا براشون مهم نیست که تو در واقع چه مراحل رو طی کردی. اونا میگن خب اگه مراحلش رو درست رفته باشه طبیعتا به جواب درست هم میرسه. اما میتونن سطح این سوال ببرن بالاتر که بسیار هم احتمالش زیاده. یعنی این سوالی که الان میخوام حل کنم قبلی اگه شاید میومد اینو میتونم بگم حتما میاد. سه تا دنباله داده، نام یه دنباله رو گوشه آن، یه فرمول داده، یکی هم گفته بی ان، یه فرمول دیگه گفته، یکی گفته سی ان، یه فرمول دیگه گفته، بعد میگه حاصل این عبارت ها رو به دست بیار. برخلاف قیافه هول انگیزش بسیار ساده است، با کمی دقت باید حساب کنید. خب با من همراه باش که نگی متوجه نشدم. اینجا نکن ازم، من میخوام آ پنج رو حساب کنم. آ پنج بدیهیه که باید بیام از فرمول مربوط به آ استفاده کنم. آخه این تابلویی که باید این کار رو بکنم. خب پس میگم آ پنج مساویه، حالا به جای این اینه چی باید بذارم گلم؟ پنج بذارم، میشه پنج به توان دو که میشه 25.
حالا میخوام به سه رو حساب کنم. بدیهیه که باید بیام سراغ فرمول بی. آخه تابلوه که باید این کار رو بکنم. خب میام سراغ فرمول بی و میخوام به سه رو حساب کنم. کافیه که به جای این اینه چند بذارم؟ سه بذارم. میشه دو به توان سه منها یک. دو به توان سه میشه هشت، منها یک بشه میشه هفت. اینم از این. یه خود تو شیکم هم دیگه رفت، من عذرخواهی میکنم دیگه. بچه ها میخوام سی دو رو حساب کنم. بدیهیه که بیام سراغ فرمول سی. خب سی دو میخوام حساب کنم. هر جا n میبینم به جاش دو میذارم. بریم این صورتمون چه شکلی میشه. میشه منهای یک به توان دو برای یک که میشه سه. مخرجمونم دو منهای یک که میشه یک. بچه ها مخرج وقتی یک باشه که دیگه لازم نیست بنویسیم. اما صورتمون منهای یک به توان سه دوباره میشه منهای یک. گفتیم دیگه توان منهای یک فرد باشه میشه منهای یک. خب حالا ما اینا رو حساب کردیم، یه جایگذاری کنیم. آ پنج رو چند درآوردیم عزیزان؟ 25. به علاوه بی سه رو چند درآوردیم گلم؟ 7. به علاوه سی دو رو چند درآوردیم عزیزم؟ منهای یک. که دیگه اینو زحمت بکشی حساب کنی جوابت میشود 31. رنگ دیگه ندارم، بیا اینجا می‌نویسم مساوی 31. حالا بارم بندیش هم بهتون میگم شاید براتون جالب باشه. هم که بنویسید آ 5 میشه 25، نیم نمره گرفتید. بی 3 بنویسید 7، نیم نمره، یعنی فقط همونه که دورش نقطه چین کشیدم همونا رو بنویسید نیم نمره میگیرید. آ 5 یعنی از امدادهای غیبی هم کمک بگیرید بهتون برسه بنویسید نمره رو گرفتید. آ 5 25، بی 3 7 نیم نمره، سی 2 منهای 1 نیم نمره. حالا جمعشون، چون جمعشون از ما خواسته، میشه 31، اونم نیم نمره دیگه که میشه 2 نمره. یه سوال دیگه هم از این بگم و من الله توفیق بگیم بحث دنباله ها رو ببندیم و در نیم ساعت باقی مونده بریم توانهای گویا و توابع نمایی رو بگیم که خیلی بچه ها فکر میکنن سخته ولی واقعا سخت نیست. یه همچین سوالی میگه جمله پنجم دنباله بازگشتی با جمله اول آیگ مساوی سه رو به دست آید. همه حواسو به منجا ببین خانم آقا اینجا نها کن. جمله پنجم خواسته این رابطه ها رو قیافش رو یه نگاهی بکن. سمت چپش چی نوشته؟ آن علاوه یک. اینو نگاش کن به خاطرت بسپر. میخوام برم سه صفحه عقبتر. یکی دوتا نه زیاد، همین دو صفحه عقبتر. خب اینجا نها کن، اینم از شما جمله پنجم رو خواسته بود و این فرموله رو داده بود، اما اینجا سمت چپ آن نوشته. تو اون فرموله سمت چپ چی نوشته بود؟ آن به علاوه یک. حالا ممکنه به انسان آن به علاوه دو. فرقشون چیه؟ این تمرین دو شما هر جمله ای رو که میخوای حساب کنی که الان تو این سوال جمله پنجم رو خواسته، کافیه هر جا ان میبینی اون شماره هر رو بذاری. جمله پنجم خواسته به جای ان بذار پنج، جمله دهم خواسته به جای ان بذار ده. به اینا میگیم ضابطه، ضابطه تابعی. اما این تمرینی که الان میخوایم با هم دیگه حل بکنیم بچه ها، این یه خورده دردسرش زیاده و متاسفانه راه میانبری هم نداره. حالا این سوال رو بچه جهل کنیم، اینا چون بازگشتیان شما برای به دست آوردن جمله مورد نظر طراح باید از n مساوی یک شروع کنی. درست طراح گفته جمله پنجم و تو ممکنه بزنید برسی خب بس برم هر جا n میبینم پنج بذارم. نه، تو بازگشتی ها اینجوری نیست. شما از n مساوی یک شروع میکنی. اگر رابطه که داده بود رابطه ساده ای بود، قوی های کلاسمون ذهنی انجام میدن.
اما اگر پیچیده بود دیگه همه مجبوریم بنویسیم. من برای اینکه همه متوجه بشن مراحل رو مینویسم، ولی اون رو که حرفه‌ای‌ان دیگه ذهنی میرن، ولی همین کار رو باید ذهنی انجام بدیم. هر جا N میبینیم بچه ها میخوام یک بذارم، بذارین چه اتفاقی میفته. بازم تأکید میکنم راه دیگه نداره وا، یعنی فکر نکنیم مثلا میشه یه جور دیگه سریع به جواب رسید. خب الان اگر من به جای این N و این N و این N یک بذارم، بیاید ببینیم چی میشه. اینجا میشه A2، اینجا میشه A1، این تیکه دو یکی دو تا منهای یک میشه یک. ادامه بدیم. A1 رو خود طراح محترم بهمون داده، سه. آقا اگه نده چی؟ امکان نداره. تو بازگشتی ها حتما جمله اول رو میدن. حالا اگر مثلا بازگشتی مربوط دو جمله قبلی باشه، هم اول رو میدن هم دوم رو میدن. اونجور موقع اینو با دو شروع میکنی. اگه دو تا جمله رو داده بودن اینو با دو شروع میکنی، سه تا جمله رو داده بودن اینو با سه شروع میکنی. اینجا چون یه جمله رو داده اینو با یک شروع کردیم. خب A1 رو بهمون چند داده؟ سه. یه به علاوه یکم داریم میشه چهار. این چیه؟ منو شما به دست آوردیم این جمله دومه. بازم تأکید میکنم اگه میتونی ذهنی برو، مجبور نیستی اینا رو تو برگه امتحانیت بنویسی، ولی خب بنویسی خیالت راحت تره. حالا N رو میگیری دو. بچه این دفعه هر جا N میبینیم دو میذاریم، اینا دو دو دو، این میشه A3 مساویه، این میشه A2. این تیکه دو دو تا چهار تا منهای یک میشه سه. بچه A2 رو من و شما چند ثانیه پیش حساب کردیم، چند در آورده بودیم؟ چهار. پس به جای A2 میذاریم چهار به علاوه سه که میشه هفت. این میشه جمله سوم. مرحله بعدی اینو میگیریم سه. بچه من دو مرحله رو دیگه خیلی آهسته رفتم که ضعیفترین دانش آموزی هم که الان سر کلاسمونه انشاءالله متوجه بشه. بعد دیگه اگه اشکال نداره میخوام ببینید که میشه اینا رو ذهنی هم برید. نکنید اگه اینتون رو سه بگیرید، این میشه آچار، این میشه آسه که آسه رو چند داره برده بودیم؟ هفت. اینم اگر اینو سه بگیرید میشه پنج، هفت و پنج میشه دوازده. خب ذهنی هم میتونید برید. این شد آچار. آقا کجا باید ادامه بدیم؟ تا جایی که برسیم به جمله مورد نظر. بچه کنکوریامون یادشونه هم تو کنکور 98 همچین سوالی داده بودن، هم تو کنکور 99، و هم بدونید که تو امتحان نهایی هر از گاهی همچین سوالی میدن. یه دونه جمله دیگه هم باید به دست بیاریم تا تموم بشه. این دفعه اینو چند میگیریم؟ چهار. خب اگر ما به جه اینها چهار بذاریم بچه ها، ایشون میشه آ پنج، ایشون میشه آ چهار که دقایقی پیش در آورده بودیمش دوازده، ایشون میشه هفت، دوازده بله هفت هم که میشه نوزده. این هم شد جمله پنجم. بسیار خوب. جالبه توی امتحانی که در واقع همچین سوالی رو داده بودن، پاسخنامه تشریحی رو که نگاه میکنید میبینید اینجوری نوشته. پاسخنامه تشریحی میشه سه، چهار، هفت، دوازده، نوزده. اونا برای تو برشون مهم نیست اینا از کجا بود. آقا سه از کجا آمد راستی؟ اینا سه رو که خودش گفته. ایچی گفت؟ اونم نگفته جمله پنجم، گفته پنج تا جمله شو بنویس، هر کدومشون هم 25 صدم. هر کدومو غلط بنویسی 25 صدمت کم میشه. بعدیش هم اینه که میدونی اگه این اولیا رو اشتباه کنی تا آخرش اشتباه میشه. پس عملیات رو با دقت انجام بدید. حالا میتونن خیلی پیچیده تر از این هم بدن که برای امتحان نهایی رایج نیست. این هم از بحث دنباله بچه ها. یعنی ما الان کل داستان دنباله رو در حد امتحان نهایی بستیمش. یعنی اول رفتیم دنباله حسابی رو گفتیم، بعد اومدیم دنباله های هندسی رو گفتیم، بعد کل مقوله دنباله ها رو صحبت کردیم، بستیمش.
دو نمره دیگر رو با هم صحبت بکنیم. ببخشید چهار نمره دیگه که الان میگیم در عرض کمتر از نیم ساعت. در واقع ما 15 نمره رو به طور کامل گفتیم. الان دانشجو میدونم دیگه میگه آقا 5 نمره دیگه چرا 20 میخواین؟ گلم من میخوام من تو یک ساعت و نیم چیکار کنم؟ یه زحمتی هم خودتون بدین به خودتون دیگه. فصل اول رو حالا من نمونه سوال براتون میفرستم، از روش نمونه سوالا رو کار میکنید. حالا سخنرانی نکنیم، شاید بتونیم بیشتر از 15 نمره بگیم. بریم سراغ فصل سوم، درس دوم. بچه‌ها این مدل سوال در فصل سوم درس دوم، چون یادتون باشه اسمش بود توانهای گویا، دو مدل سوال میتونن بدن، یکیش قطعیه یکی دیگه شاید. کدومش شایده؟ اینی که الان میخوایم حل کنیم و سخت ترم هست. کدومش قطعیه؟ اونی که بعد از این میگیم و ساده تره. ولی خب اول شایده رو بگیم، یه خودم سخته. بچه ها میان یه عبارت توانی به شما میدن، میگن این رو حاصلش رو به ساده ترین شکل ممکن بنویسید. شما برای این باید قوانین توان رو بلد باشید، که حالا من تو این طوری اینا رو انتخاب کردم که کل قوانین توان مرور میشه. من الان نمیتونم قوانین توان رو درس بدم، مواردی انتخاب کردم که همه قوانین توان الان تو اینا مرور میشه براتون. به نظر من همین چارتایی که من الان حل میکنم برای آمادگی امتحان فرداتون کافیه، اما اگر میخوای بازم نمونه کار بکنی، تمرینات مربوط به کتاب درسی رو کار کن. اگه دانش آموز منی، فکر میکنم که توی صفحه 313 کتابم من این تمرینات رو حل کردم براتون. یه صفحه است، حالا شماره صفحه شنو حضور ذهن ندارم، تمرینات رو حل کردم، فقط اون صفحه، صفحه پشتیش هم نمیخوام، اون صفحه رو من حل کردم، بهت بررسی کنید. ولی به حال من نمونه‌ای که انتخاب کردم به نظر خودم تا اگه نگم 100% تا 90% کارتون رو برای فردا راه میندازه. ببین بچه ها اگر با شرایطی مواجه شدید که توانها با هم دیگه فرق میکرد، مطمئن باشید که این امکان وجود داره که پایه ها رو یکسان کنید. مطمئن باشید، چون یا باید توانها یکسان بشن یا پایه ها یکسان بشن. خب الان میبینی توان ها خیلی پرت و پلا هن، یکیش 5/3، یکیش نیمه، یکیش 4، ولی پایه ها رو میشه یکسان کرد. و فکر کنم شما موافقید که همه رو یه جوری به 2 میشه تبدیل کرد. پایینی که پایمون 2ه الحمدلله، پس پایینی ها رو بچه ها دست نزنید، خودش رو بنویسید. بریم رو بالایی ها کار کنیم. بالایی ها اولین پایمون 8ه. خب یه دانش آموز حرفه‌ای باید بدونه که 8 میشه نوشت 2 به توان 3. بچه 8 شد 2 به توان 3، یه توان هم خودش قبلا داشت. این توانی که جدیدن ظاهر شد یعنی 3، در اون توانی که از قبل بوده ضرب میشه. وقتی یه پایه چند تا توان داره، توان ها ضرب میشن. اگر متوجه نشدی تو بعدی هم همین رو دوباره تکرار میکنم. پایمون 4ه، 4 رو می نویسم 2 به توان 2. این 2 به توان 2 همون 4 است، ولی یه توان هم قبلا داشتیم، نیم. این توانی که الان ظاهر شد یعنی این 2ه، تو اون نیمه ضرب میشه. ببین گلم الان همه پایه ها یکسان شدن، ولی تا حد امکان اول ساده سازی انجام بده. از ایشون شروع کنیم بچه ها. پایمون که 2ه، بعد این 3 با این 3 ساده میشه، میشه 2 به توان 5. بریم سراغ ایشون بچه ها. پایمون که 2ه، توانا هم 2 ضرب در نیم میشه 1. بریم اگه بخوایم این صورت رو فعلا ادامه بدیم، صورت رو ادامه بدیم بچه ها،
وقتی پایه ها مثل هم باشن و بینشون ضرب بود یه پایه رو می نوشتیم، توانه ها رو با هم دیگه جمع می کردیم. پنج با یک جمع بشه میشه شیش، شد دو به توان شیش. پایین هم که دو به توان چهار داریم. بچه ها وقتی پایه ها مثل همن و تقسیمه، توانها رو چی کار میکنیم؟ کم میکنیم. یعنی پایه‌مون که دوه مینویسیم، شیش رو منهای چهار میکنیم، میشه دو، دو به توان دو هم میشه چهار. این یه نمونه سوال که توش یه سری از قوانین مرور شد. بریم بعدی، پایینی رو نگاه کنید. قیافش خیلی خوف انگیزه ولی بسیار ساده است. عزیزم من گفتم که اگه توانها متفاوت بودن یه کاری کن پایه ها مثل هم بشن، مثل نمونه بالایی. حالا اگر توانها مثل هم بودن چی؟ عالیه. توانت رو بنویس که پنجه، عملیات مورد نظر رو روی پایه ها انجام بده. الان پایه های ما یکیش سه چارده همه، یکیش هفت سوم. عملیات مورد نظر چیه؟ ضربه. پس شما میگی سه چارده هم ضرب در هفت سوم. یعنی خلاصت کنم، راحتت کنم، این پنجا رو میذاری بیرون پرانتز، اون بقیه رو همونجور داخل پرانتز مینویسی. دیگه بقیهش باز دوباره به خودتون، به محاسبات شما وسیله داری که سه با سه میره، هفت و چارده به هفت ساده میشن، هفت به هفت یک مرتبه، چارده به هفت دو مرتبه، میشه یک دوم به توان پنج. بچه ها یک به توان پنج که میشه یک، دو به توان پنج میشه سه و دو. نمونه شبیه بالایی نداشتیم تو امتحان نهایی، ولی این نمونه که الان حل کردم داشتیم تو امتحان نهایی. بریم یه دونه دیگه. این تمرین کتاب درسیتونه بچه ها و نمونهش تو امتحان نهایی اومده بوده و میتونه دوباره بیاد. خوب به حرف من گوش کنید عزیزم. توانی که بیرون پرانتزه هم برای صورت و هم برای مخرجه. یعنی شاید اون توان رو هر دوتای اینا اعمال کنی. خب بیا این کار انجام بدیم. صورتمون از آ به توان منهای یک دوم، این منهای چاری که بیرونه میخواد روش اعمال بشه. خب گفتیم توانها در هم دیگه ضرب میشن. بچه ها پایمون که آه، منهای یک دوم ضرب در منهای چهار، منفی در منفی مثبت، یک دوم ضرب در چهار هم که میشه دو. اگه احیانا متوجه نشدی پایینی رو با دقت دنبال کن، نگاه کن ازم. پایین دارم آ به توان منهای یک چهارم، این منهای چهار رو میخوام رو این اعمال کنم. خب یه توان منهای چهار هم ظاهر شد، توانها دارم دیگه ضرب میشن. پایمون که آه، حالا منهای یک چهارم رو ضرب در منهای چهار بکنیم، منفی در منفی مثبت، یک چهارم ضرب در چهار میشه یک. بچه حالا تقسیم شد، پایه هم مثل همه، یه پایه رو می‌نویسیم، توانها رو کم میکنیم، دو رو منهای یک بکنیم میشه یک. توان یک هم که دیگه لازم نیست بنویسیم. آقا بله میشد معکوس کنیم که توانها مثبت بشن داخل پرانتز و بله، ولی دیدید که اینجوری هم راحت شد دیگه. اینا اینکه شما با یه روش دیگه میرید به خودتون مربوطه. یه دونه دیگه هم حل کنم، یه نمونه نسبتاً دشوار، یعنی قیافش دشواره، حتی دراحلش هم طولانیه ولی نه به اندازه که خیلی خوف انگیز باشه. نگاه کنید بچه ها، الان من اینجا دارم x به توان دو سوم، این سه باید بیاد رو این اثر کنه، توانها در هم دیگه چی میشن؟ ضرب میشن. که بچه ها سه با سه ساده میشه، میشه x به توان دو. یه دونه دیگه بریم. من دارم سعی میکنم رنگی منگی بنویسم که خیلی با هم قاطی نشه. یه دونه دیگه بریم.
ایگرگ به توان چار سوم. این سه باید روی این اعمال بشه. خب توانها ضرب میشن. بچه ها سه با سه میره. میشه ایگرگ به توان چهار. یه دونه دیگه بریم. بچه ها یه ایکس به توان شیش دارم. این توانه باید روی این اثر بکنه. خب توانها دارم دیگه ضرب میشن. پایمون که ایکسه. شیش ضرب در منهای یک سوم بشه میشه منهای شیش سوم که میشه منهای دو. بچه ها شیش ضرب در منهای یک سوم. کسی ناراحت نشه ولی من میدونم که بین شما هستن کسایی که بلدی سعی رو حساب کنن. راحل کلیشهیش اینه، یه مخرج یک میدی، صورت در صورت، مخرج در مخرج، مثبت در منفی میشه منفی شیش، یکی شیش تا یک، سه تا سه تا، شیش به روی سه میشه دو، میشه منهای دو. خب و اون یکی بچه ها یه ایگرگ به توان نه داریم که این منهای یک سوم باید تو اون توان ضرب بشه. خب پایمون که ایگرگ نه ضرب در منهای یک سوم میشه منهای سه. پس ما توانهای بیرون پرانتز رو، توان بیرون پرانتز رو در توانهای داخل پرانتز ضرب کردیم. در هر دوتاشون من این کار رو انجام دادم. شد اونا. خب بچه ها بدیهیه، باید اونایی که پایه‌هاشون مثل همه با هم در نظر بگیریم. x ها پایه‌هاشون مثل همه، توانهاشون رو جمع میکنیم. دو با منهای دو جمع بشه میشه صفر. ضرب در. آقا چرا توانهاش رو جمع میکنیم؟ چون بین پایه ها ضربه دیگه، قانون داشتیم دیگه. بریم سراغ ایگرگا. پایه هاشون مثل همه، توانها رو جمع میکنیم. چار ضرب در منهای چار با منهای سه جمع بشه میشه یک. بچه ها سوال گفته بود به ساده ترین شکل ممکن برسه، یا حاصل نوبت به دست بیاری. عزیزم، گلم، هر چیزی به توان صفر برسه میشه یک. عزیزم، هر چیزی که توانش یک باشه خودش نوشته میشه دیگه، توانش رو لازم نیست بنویسیم. پس x به توان صفر شد یک، y به توان یک هم که y، یک ضرب در y هم میشه y. یعنی شما کافی بود اینجا یه مساوی y بنویسید و خلاص. این هم نمونه دشوار. و مطلب بعدی که این حتما میاد. بچه ها یه سری عبارت توانی با توانهای کسری میدن، میگن به رادیکال تبدیل کن. یه سری عبارتهای رادیکالی میدن، میگن به توان تبدیل کن. برای حل جواب دادن به این سوال باید این قانون رو بلد باشید. نها کنید. آ به توان ام انوم میشه رادیکال آ به توان ام با فرجه ان. برای اینکه یادتون بمونه، ببین این آه با توان صورت میرن زیر رادیکال، این انه که تو مخرجه میاد جای فرجه قرار میگیره. همین بچه شما فقط کافی بکنه که این قانون تبدیل کنید، کار دیگه نمیخواد بکنید. ممکن شما مثلا تو بعضی از کتابای کمک آموزشی مثلا دیدید گفته آقا سادهش هم بکن، تو امتحان نمیخواین ازتون، مثلا میگن تبدیل کن. خب یه الان اینو انجام بدیم. چه رادیکال، این آ با توان دوش میره زیر رادیکال، این پنجه میاد فرجه، 25 صدم گرفتی. یه دونه دیگه، رادیکال این 13 با توان یک میره زیر رادیکال، این دو هم میاد فرجه. بچه اون یک و دو رو میتونید ننویسید، یعنی میتونید بنویسید رادیکال 13، چون هم توان یک رو میشه ننوشت و هم فرجه دو رو میشه ننوشت. یه دونه دیگه بریم بچه ها. سه چهار و سه دهم به توان چهار نهم. خب الان ببینید این سه دهمه این آه است، پس میشه رادیکال سه دهم. گفتم این توان چهارم باهاش میره زیر رادیکال، اما این نهه میاد جای فرجه. آقا دیگه اینو ادامه ندیم؟ نه عزیزم، نه گلم، نه، تو این سوال نمیخواد دیگه ادامه بدید.
برعکسش هم باید بلد باشید. یعنی چی؟ حالا اینو میخوایم توانی بنویسیم، میشه x به توان 3/7. این فرجه میاد توی مخرج کسر توان قرار میگیره. یه دونه دیگه مثلا اینو نگاه کنید، اینجا باید یه تبدیلی انجام بدید، 25 رو میشنش 5 به توان 2 دیگه. اگه این که به عقل هممون میرسه دیگه، حالا اینو چی میتونیم بنویسیم؟ 5 به توان 2/3. ممکنه کسی بگه آقا میشد این توان 25 بگیریم 1، بنویسیم 25 به توان 1/3. آره، ولی ممکن بود کسی که برگرد رو سعی میکنه دیگه خود خوشش نیاد، بگه آقا یعنی به عقلش نرسیده 25 میشه 5 به توان 2. یا مثلا 1/8. بچه ها 1/8 یعنی 1/2 به توان 3. یه فرجه 4 هم داریم، خب میشه 1/2 به توان 3/4. بنابراین من به کمک اون قانون براتون چند تا نمونه انجام دادم، هم توان رو به رادیکال و هم رادیکال رو به توان تبدیل کردیم. این هم از توانهای گویا و آخرین درسمون. این مال من بود؟ یخ کرد. نه خوبه بچه ها، معذرت میخوام. چی هست؟ به 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 نست کافه هست، حالا فکر نکنی دارم برم از جا. خب اینم همه معلم ها دو سه روز مونده به امتحان ها از تقریبا صبح زود تا آخر شب کلاس مجبورن برن، همه تو همه درس ها اینجوریه. مثلا شاید معلم مربوطه توی دو سه روز قبل از امتحان نهایی هر معلمی در مجموع شاید 7-8 ساعت بخوابه کلن، برای همین کلاسینویا حواسشون هست دیگه، این نسکافه میبندن به نافمون، این نوشیدنی هست که سر پا بمونیم بتونیم کار خوب ارائه بدیم انشاءالله. دست شما درد نکنه. و بریم سراغ موضوع بعدی. بله تو این 7-8 دقیقه هم دو نمره دیگه هم بهتون بگم و 15 نمره رو لااقل فربندش رو ببندیم. بچه ها آخرین درسمون عنوانش هست توابع نمایی. از توابع نمایی دو مدل سوال رایجه که الان براتون حل میکنم. یه مدل رو من پیش بینی کردم، گفتم شاید بخوان یه همچین سوالی بدن. این رو بکنید، میگه الگوی تابع نمایی را نوشته و دامنه و برده آن را مشخص کنید. دانش آموز باید بدونه تابع نمایی، حالا ضابطش یا الگوش اینه، ایگرگ مساوی آ به توان ایکس. یعنی گفت یه تابع نمایی ضابطش این میشه. حالا اگر گفت دامنه و برد، بچه ها دامنه یعنی چه اعدادی به جای ایکس میتونن بشینن؟ حفظ کنید دامنه توابع نمایی آره، یعنی مجموعه اعداد حقیقی، همین رسی آر. اگر گفت برد، برد یعنی ایگرگ ها. بچه ها حفظ کنید برد در تابع نمایی میشه بزرگتر از صفر، ایگرگ بزرگتر از صفر. تمام. آقا اون آیه چیه؟ اون آیه عدده، مثلا ممکنه اون آیه 3 باشه، یه عدد مشخصه، مثلا نمونه تو صفحه بعدی کار میکنیم. ولی اون آ هم اگر دوست دارید محدودیتاشو بدونید، این آیه عددی بزرگتر از صفره، یعنی مثبته مثل ایگرگ، ولی یک نخواهد بود. آقا اگه گفت دامنه و برد بنویسیم، اون قرمزه رو لازم بنویسیم؟ نه، ولی اگه گفت آ هم بنویسید محدودیتاشو، بعد اونم بنویسید. این نمونه سوال رو نداشتیم تو امتحان نهایی، ولی سوال بعدی رو همیشه داشتیم. یه تابع نمایی بهتون میدن، میگن رسمش کن. الان نگاه کنید جا آ مثلا گوشه 3، حال ممکنه هر عددی بذاره، پس اون آیه عدده، مثبت هم هست. الان تو این سوال گفته 3، اگه اشتباه نکنم خرداد 98 بود فکر میکنم، گفته بود 2، 99 1/2. بذار 99 ببینیم.
بچه سوال ها رو ببینین دیگه. مثلا سوال 22 عبارات تواندار، نترسید این 22 تا سواله، چون پارسال 4 تا از سوال 8 تا سوال داده بودن، پارسال 14 تا سوال دادن اجباری باید حل میکردید، 8 تا سوال هم داده بودن که 4 تاشو به سلیقه خود انتخاب میکردی هر چی که بود. از سوال 22 رو نگاه کنید، توانی داده باید به رادیکالی تبدیل کنید، رادیکالی داده باید به توانی تبدیل کنید، یه نمره هر کدوم 25 صد مثلا خوراکه، مثلا اینو دانشجو اینو میبینه سکته ناقص میزنه. عزیزم این 3 ممیز 7 توانش یه که میشه 3 ممیز 7 به توان 1/10 25 صدم بگیر. خب پایین گفته نمودار مختصاتی این تابع نمایی را رسم کنید، ببینید به جای آ گذاشته 1/2، دیدین؟ پس یه عددی میدن دیگه، حالا هر چی که بود. خب بریم سراغ جزوه خودمون. خوب به حرف من گوش کن، نگی نشنیدم. اگر تو اون تابع نمایی که طراح محترم بهت داد عددی که به جای آ گذاشته بود بزرگتر از 1 بود، وایسا ببینم تو واقعا اعداد بزرگتر از 1 رو میشناسی؟ جدی دارم میگم، من چند تا نمونه مینویسم. مثلا فرض کن طراح بگه مثلا رادیکال 2 به توان ایکس، سکته نکنی اینو دیدی. خب رادیکال 2 بزرگتر از 1 همونطور که 3 بزرگتر از 1. مثلا 5/4 به توان ایکس، واسه 5/4 بزرگتر از 1 همونطور که 3 بزرگتر از 1. هر عددی که صورتش از هر عدد مثبت که صورتش از مخرجش بزرگتر باشه بزرگتر از 1. برگردیم سراغ نکته‌ای که داشتیم میگفتیم. گفتم اگر آ بزرگتر از 1 بود، مثل ایشون 3 بزرگتر از 1، شما این کار رو میکنی، گفته رسم کنید دیگه. نگاه کن عزیزم، یه دستگاه مختصات میکشی، محور افقی x، محور قائم y. خوب گوش کن، نمودار شما صعودی خواهد بود. اگر آ بزرگتر از 1 بود نموداری که میکشی صعودیه. چجوری میکشی؟ نگاه کن عزیزم، از سمت چپ این پایین ماینا نزدیک محور ایکس ها شروع میکنی با یه انحنایی، به تدریج انحناتو زیاد میکنی، حتی میری اونور دیگه خیلی زیاد میکنی، اینجوری اینجا رو هم توپلش میکنی بغلش مینویسی 1، همین گرفتی نمرتو. فقط چند تا کار اگه انجام بدی خب نمرتو نمیگیری. مثلا دانشجو میاد از این پایین شروع میکنه، غلطه، نباید به اون پایین شروع کنی. یا مثلا میاد اینو ادامهش رو میزنه به محور ایکس ها، نکن نزدیکای محور ایکس. بعضی ها مثلا صاف نکش دیگه، صاف چرا میکشی؟ این نماییه، یعنی حالت غیر خطیه. بعضی ها میگه اصلا داشته میکشیده مثلا سکسکش گرفته، کسافتکاری ها چیه؟ خب رس کن دیگه، مننی ترتمیز رس کن، نمرتو میگیری. حالا ممکنه بچه ها این ایگرگ مساوی آب توان ایکسی که تو بهتون میدن آ بین 0 و 1 باشه. ببینم واقعا تو عددهای بین 0 و 1 رو میشناسی؟ مثلا خب این دیگه تابلو دیگه، 3/10، 3/10 بین 0 و 1. ببینم این چی؟ مثلا 4/5. بچه هر وقت صورتتون از مخرجتون کوچیکتر باشه یعنی بین 0 و 1، در مورد عددی مثبت میگن. خب الان 1/3 هم همینطوره، 1/3 عددیست بین 0 و 1. در این صورت نمودار شما نزولی خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی شما یه دستگاه مختصات رسم میکنی، این محور ایکس، این محور ایگرگ. نزولی یعنی از بالا میاد پایین. چجوری؟ از سمت چپ بالا شروع میکنی، با محور ایکس ها برخورد نکن، زیر محور ایکس ها نرو، اینجا رو هم توپلش کن، بغلش یه دونه 1 بذار. اینم از رسم تابع نمایی. یه 5 دقیقه دیگه میخوام، ببخشید یه خورده کنترل زمان از دستم رفت، 5 دقیقه دیگه با هم کار داریم. و آخرین موضوع، ببینید بچه ها
شما بحثی دارید به نام رشد و زوال، یا ازش سوال نمیدن بهتون، یا اگر دادن یعنی دعا کنیم که بدن، چون ماشین حساب هم که داری یه نمره راحت به دست میاری. اول چیزی که برای حل این سوالا نیاز داری اینه که فرمولش حفظ کنی، که واقعا فرمولش حفظ کردنش کار سختی نیست. من دیگه امروز این همه فرمول به تو گفتم که من شرمندتم، ولی به هر حال باید اینا رو حفظ کنید دیگه، باید در طی یک سال شما اینا رو حفظ میکردید. این فرمولش، این فرمول مخصوص رشده. برای زوال ما دقیقا از همین فرمول استفاده میکنیم، فقط اینجا به جای به علاوه منها میذاریم. خب ما از کجا فهمیم رشد یا زوال؟ خودش تو سوال حالیمون میکنه. اگر فرایند ما در حال زیاد شدن باشه میشه رشد، اگه در حال کم شدن باشه میشه زوال. حالا اجزا این فرمول چیه بچه ها؟ سی مقدار اولی است، بالاخره باید یه چیزی اولش باشه که به تدریج رشد کنه. FT مقدار نهاییه یا مقدار ثانوی است. R آهنگ یا نرخ یا روند رشده، که معمولا مثلا میگن ضریب رشد. T هم زمانه. بچه ها از گفتن حاشیه هایی که میدونم به درد امتحان های فرداتون نمیخوره پرهیز میکنم، اگر هم شاید قوی ها دارن مثلا میبرسن آقا اگه آر رو سالیانه داد مثلا تیر و ماه گفت چی کار کنیم؟ ولش کن برای امتحان، اونا مال کنکور بود. شما باید و برای امتحان فرداتون اگه سوال بدن سی رو میدن، آر رو میدن، تی هم میدن، شما افتیو حساب میکنی. خب هر کدوم سر جای خودش میذاری، فقط حواست باشه اگر تی و اعشاری دادن که فب حل مراد به جای، اگه آر رو اعشاری دادن جایگذاری میکنی، اما اگر آر رو درصدی دادن خودت به اعشار تبدیل میکنی، که الان بهت یاد میدم یعنی چی. شروع کنیم. شخصی 2,000,000 تومان در یک مؤسسه مالی با نرخ سود سالیانه 10% سرمایه گذاری که از سرمایه وی را پس از 3 سال به دست آورید، خواهش یه جایگذاری کنیم. FT رو میخوایم یعنی مقدار نهایی رو میخوایم حساب کنیم. C یعنی مقدار اولیه است. 2,000,000 این 2,000,000 صفر دار بنویسی بهتر از اینکه توان دار بنویسی. یک به علاوه. چرا به علاوه؟ چون داره سود میکنه دیگه، داره پولش زیاد میشه. ببین بچه‌ها گفته 10%. الان شما اگه به جای آر بذارید 10 غلطه. اول آر رو اعشاریش میکنید، 10% یعنی 10 صدم. صفر بالا با صفر پایین میشه 1/10، میشه این شکلی. ذهنی این کار انجام بده. پس آرت شد 1/10. بالا باید اینو حساب کنید. حتی تی هم که گفته پس از 3 سال، تی هم 3 شد. بچه ها اون 2,000,000 که چی؟ ماشین حساب که دم دستته 1 و 1/10 جمع میزنی، که واقعا زشته تو بخوای اینو با ماشین حساب حساب کنی، میشه 1 و 1/10 به توان 3. 1 و 1/10 رو 3 بار در خودش ضرب میکنی به کمک ماشین حساب، که واقعا زشته تو این کار بکنی که ماشین حساب بکنی، پس مثلث خیام برای چی یاد گرفتی؟ میشه در واقع آره من که جا کم نیرم، اون 1 و 1 به توان 3 میشه 1,331. حالا 2,000,000 هم توش ضرب میکنی که میشه 2,662,000. ما خیلی خفنتر از اینها رو به کمک بدون استفاده از ماشین حساب حساب میکردیم دیگه. حالا اینا که چیزی نیست، این هم شده 1,000,000. این از این. حالا بچه ها یه لحظه من گوش کنید، اینو یه لحظه بهتون بگم. ببین مثلا تو امتحان نهایی ببین چه کثافت کاری کرده. گفته با رشد مثلا 10% در حال کاهش است. این دیگه رشد نیست، یعنی تو نباید اینجا به علاوه بذاری. آقا بچه ها گفته رشد، دیوان است. یه با نرخ رشد فلان در حال کاهش است، باید منها بذاری. پس اینا رو دیگه خودتون حواستون باشه که نه به من فوش بدید نه به طراح سوال. هیچی، 20 رو بزنید تو رگ دیگه. بریم سراغ سوال بعدی. حالا اگر زوال بود یا نزول بود
همون فرمول رو می‌نویسی. تنها تفاوتش اینه که داخل پرانتز بین یک و آر منها میذاری. خب الان یه نمونه با هم دیگه حل کنیم. میگه جمعیت شهری در سال 1398 100 هزار نفر بوده است. اگر جمعیت با ضریب 0.2 سالیانه در حال کاهش باشد، جمعیت شهر رو در سال 1400 به دست آورید. بچه ها اف تی رو میخواییم. سی مقدار اولیه است. چند نفر بودن؟ 100 هزار نفر. جمعیت در حال کاهشه، پس منها میذاریم. چقدر؟ بچه ها 0.2 درصد نگفته. حالا مثلا میتونست طراح اینو اینجوری بگه. بگه 20 درصد. میتونست اینجوری بگه. تو بگفتی خب 20 درصد میشه 20 صدم. 20 صدم هم میشه 0.2. ولی نگفته، خودش گفته 0.2. دیگه چی بهتر از این؟ پس اونجا به جای آر میذاری 0.2. حالا به توان تی، بچه از سال 1398 تا سال 1400 میشه 2 سال که دیگه زحمت بگیش حساب بکنی. آقا بله، معلم ما گفته که اونجا 2 ساله، اینجا هم بگیش اف 2. معلم درست گفته، ولی اگه همون اف تی هم مینوشی کسی ازت نمره کم نمیکرد. سخت نگیرید عزیزم، که خب این هم میشه 100 هزار. یک منهای 0.2 هم میشه 0.8. به توان 2 میشه 100 هزار. بچه 0.8 اگر کسری به توان 2 رسید یا 64 صدم میشه که جوابتون میشه 64 هزار. یعنی بعد از 2 سال جمعیت این کشور، جمعیت این شهر میشه 64 هزار نفر. کم داره میشه دیگه. آره خب بچه دیدید که من سعی کردم از تمام وقتم استفاده بکنم و مطلب بگم. بنابراین اگر نرسیدیم فصل اولو بگیم، من پیش بینی میکردم، چون به حال اینقدر کلاس رفتم توی مدت، پیش بینی میکردم تو 2 ساعت ما برسیم 2 فصل رو بگیم. فصل اول رو اکثرتون بلدید. آقا فرمولای فصل اول ترکیب اینا رو تو امتحان ننویسیم نمره کم میکنن؟ نه ببین، هر فرمولی رو ننویسی نمره کم نمیکنن، به شرطی که راه حل درست باشه. آقا فرمول ننویس، راه حل درست اجرا بکن. آقا تعریفی سوال میدن؟ بله. مثلا چرخه آمار، مثلا سوال اینجوری میتونه باشه، مثلا گردآوری و پاکسازی داده ها گام چندم چرخه آمار میباشد؟ جواب گام دوم، گام سوم. تموم، همین گام سوم. بعد در واقع برای جای خالی هم آمادگی داشته باشید. حالا من 2-3 تا از امتحانات نهایی رو با جواب میگم براتون بذارم توی پنل و دیگه همین دیگه. خیلی ممنون، مرسی. اگه کوتاهی بود به من ببخشید. اگر بعضی از مطالب رو نرسیدیم بگیم، من عذرخواهی میکنم. اگر صحبت اضافه کردم ببخشید. اگه واژه‌ای به کار بردم که مورد پسند شما نبود عذرخواهی میکنم. همین دیگه، دوستتون دارم. انشالله برای امتحان فردا ما مقابل شما سربلند باشیم و شما هم پیش خودتون و خانوادتون انشالله سربلند باشید. خدا نگهدار.